این بار این بار این بار این بار برنگم برو دیگه. امروز خیلی دلم برات تنگ شده. ببینم تو هم دلت برای بابا تنگ شد؟ ها؟ بگو ببینم. خیلی. امروز دوستای جدید پیدا کردی؟ پیدا کردم. کی هستن؟ امیر و حمزه. حمزه که دیروز بود. چند بار باش دوست میشی ها؟ ماهان، رضا، محمد، حسنین. سلام داداش دانیا. روحام چطوری؟ آیت، آیزه، ماهان، رضا، محمد، حسنین. اگه ناراحت نمیشین یه چیزی میخواستم بهتون بگم. شما خوشگلترین دختر این ساختمون. پس چی کار کنم؟ دلت برای من نمیسوزه، برای خودت نمیسوزه، ولی برای اونی میسوزه که به خاطر 2 ساعت دیر کردن پرواز داره خوشگلترین زن دنیا رو زندانی میکنه. آقا روحام اومد. جیگر من، بهت مشق دادم. ما یکی میگشتیم پیتزام خوردی. وای این چی آوردی؟ همبرگره. گفتم امروز نمیخواد خونه غذا درست کنی. زور همبرگر میخوریم و شب پیتزا. من گفتم پیتزا بخوریم نه شما. باشه بابا، تو گفتی. دیگه برو غذا تو بخور باشه؟ بعدم بخواب و مشقاتو بنویس. چشم رئی. باشه، زودی دست و صورتتو بشور. تو هم حتما بخور. خیلی خوشمزه است. جانم آقا هاتم. چطوری جنو؟ شنیدم حالتون خوب نیست. نه الان خیلی خوب. یه بارم گفتم بیام اداره ولی اصلا حوصله نداشتم. یه جورایی بهتون عادت کردم آقا دانیال. دوست داشتنی. صندلیتون رو که خالی دیدم حس کردم یکم پکر مکرم. خیلی لطف دارید آقا. از صداتون که مشخصه کاملا خوب شدی. بله بله، 100%. پس صبح میبینم اتون. بله حتما. دستی سیگار چی؟ هنوز میکشی؟ بهتون که گفته بودم مثل سیگاریا نمیکشه. یه چیزی دیدم جنا، ولی خودتون که میگین حتما درسته دیگه. هیچ وقت تو خونه نمیکشه. اوه، پس از خانومتون میترسی؟ بله خیلی میترسم. اولین مردیه که میبینم با افتخار میگه آره از زنم میترسم. همیشه خوش باشین. مراقب خودتونم باشین. فردا صبح میبینمتون. همچنین شما. خداحافظ. خداحافظ. میخوام ایستگاه بعدی پیاده شم شهر. مطمئنی؟ مطمئن. Ha ha.
بیا. شده بابا، چرا حرف نمیزنی؟ نه نه هیچ مشکلی نیست عزیزم، هیچی. پس چرا هنوز به ماما نگفتین که محوش خیلی ولخرجی میکنی؟ دیگه هیچ وقت بهش نمیگم. کوشش داداش یه لحظه وایسا. بیا اینجا. کجا میری؟ تو هم بستنی میخوری؟ نه. ممنون داداش. چطوری همون نگهبان؟ خوبم. ما رفتیم گشتیم، پیتزا هم خوردیم. به به. الانم بستنی خریدی، میخوری؟ نه نه، این مال توه همون جو. روحان بیا اینجا. چیه مگه؟ بیا روحان. مگه ندیدی چطوری با نگهبان دوست شده؟ باشه، نمیخواد عصبانیشی. چیز کوچیکی نیست که دانیال، باید دعواش کنی. نگهبانه خیلی عجیب بود. بس کن دیگه محوش، اون پیشش مونده بود وقتی که نه من تو حال خودم بودم و نه تو. به خدا قسم منظور بدی نداشتم اصلا، یه چیزی گفتم بعدش فهمیدم نباید اینطوری حرف میزدم. معلوم نیست چقدر بخوای طولش بدی. منظور منو بفهم محوش. باشه، ما اون روز روحامو فراموش کرده بود. من فراموشش نکردم. خیلی خوب، من فراموش کردم. از رفتنت اینقدر قصه خوردم که یادم رفت. دیدی بازم همون حرف زدی. بس کن دیگه محوش، هنوز که چیزی نگذشته، حرف پیش میاد دیگه. تو هم فقط حرف نشنو، ببین نیت من چی. خب نیتی چی بود هان؟ همین که از اونجا برگشتم گفتی دیگه نباید برم سر کار. خب پس نیتت چی بود؟ شرکت که دیگه نمیری محوش، هرچی هم میخواد بشه. میخوای تو خونه زندانیم کنی؟ زندانی چیه؟ ما عاشق شدیم و ازدواج کردیم، ما پدر و مادر یه بچه ایم. ما متأهلی محوش، هر دو زندانی قلب هم دیگه. تو که میری اداره، روحام میره مدرسه، پس من چیکار کنم؟ تو این یه ذره به هیقوله هم نفسم میگیره. به هیقوله نیست محوش، خونمونه. هرچی، ولی من از فردا میرم سر کار. همین. تو نمیری شرکت، لطفاً دیگه بهش فکرم نکن. وگرنه روم دست بلند میکنی. اره این چه حرفیه میزنی؟ من تا حالا رو دست بلند کردم؟ تو چشام نگاه کن،
انگار داری منو میخوری. روم دست بلند کن، چک بزن تو گوشم. نه مهوش، هیچ وقت این کارا نمیکنه. تو الکی الکی داری درگیر میشی. یه اشتباه کوچیک داشتی، دیگه خودتو گناهکار فرض میکنی. اینطوری نیست، تو گناهکار نیستی. حتی منم هیچ گله‌ای ازت ندارم. پس باشه، بذار برم سر کار. گفتم که تو شرکت نمیری. اون شهریار احمد عوضی آدم خیلی بدی. به کسی فوش نده. تو کسی کار نداشته باش محوش. به من نگاه کن، من همسرتم، من شوهرتم. یعنی من به کسی کار دارم؟ این چه حرفاییه که میزنی؟ تو چت شده آخه؟ راحت بهت بگم دانیال، ما دیگه نمیتونی با هم زندگی کنیم. هنوزم که عصبانی؟ صبحم همینو میگم که نمیتونی با هم زندگی کنیم. من بدون تو نمیتونم زندگی. ولی من میتونم دانیال. و میخوام زندگی کنم. از این زندگی خسته شدم. मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो ये بهت بگم دانیال، ما دیگه نمیتونیم با هم زندگی کنیم. برم تا میره پاس تم ہو مگر تم سے سیکھا محبت بھی ہو تو دغا کیجئے گا مکر جا. از این زندگی خسته شدم. مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میری عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا، کوئی تو سہارا ہو، غم میرے ٹھہر تو جائے، کوئی کنارا ہو. مهوش این دیگه خوابیده، پاشو. پاشو دیگه مهوش، بیا بریم تو اتاقمون بخوابیم. من همینجا میخوابم. تو دیوونه ای مهوش، معلوم هست این حرفا چیه میزنی؟ اصلا فهمیدی چی گفتی؟ گفتی از این رابطه خسته شدم. آره؟ آدم که نباید از عصبانیت اینطوری حرف بزن. لطفاً پاشو بریم بخوابیم. باشه، ساعت 2 شده، باید صبح برم اداره. منم باید برم.
نمیذاری برم؟ نه مهوش، این تنها چیزیه که قبول نمی‌کنم. پس برو بگیر بخواب، من دیگه کاری به اون اتاق ندارم. یه راه دیگه پیدا میکنم. راه دیگه چیه؟ تو شرکت اون آدم کار نکنم، یه جای دیگه برو. تو از حقوق حسابی من بدت اومده؟ من از لج کردنت برای اون بدم اومده. تو قضیه اسلام آباد رفتن رو به دل گرفتی، همین که رسیدم ازت عذرخواهی کردم. نگو همین که رسیدی منش، یادت باشه خودم تو فرودگاه با اون دیدمت. تو خیلی شرمنده شدی، ولی من اون موضوع رو فراموش کردم. الانم میخوام هرچی بوده فراموش کنم. یادت نره ما عاشق شدیم، هم دیگر از صمیم قلب خواست. ما کنار هم دیگه تونستیم زندگیمونو بگذاریم. هیچ وقت فکر نکردیم حقوقمون کم و آرزوهامون زیاد. وقتی میدیدم مردم پول دارن، ماشین دارن، ویلا دارن یا تجارت دارن، به خودم میگفتم که من مهوش شدم. تو رو که دارم دیگه به چیزی نیاز ندارم. زندگی که فقط من و تو نیستیم دانیال، امیدوارم اینو بدونی. به جز من و تو روحامم هست مهوش. یه ذره وقتی خوابه با دقت نگاش کن، بچه شاید به این امید خوابیده که مادر و پدرش فقط برای اونه. صبح هیچ کدومشون ولش نمی کنن. صبح بخیر آقا آتن. صبح بخیر. سلام. سلام. صبح بخیر. در چه حالی آقا دانیال؟ خوبم. سلام آقا. علیک سلام. چای یا قهوه؟ قهوه. الان براتون میارم. روحم خوبه؟ خوبه. بله؟ آقا آتن، من دانیال. نه نه نه، به هم نگاه نکن. با اتون یه کار واجب. اگه نگام کنید نمیتونم بگیم. از دست شما، بفرمایین کارتونو بگیم. 80,000 تا قرض میخواستم فوری،
سه ماه پسش میدم. بله، تقدیم میشه. شما تو سلف پایین بیاین پیشم بهتون چکو میدم. خیلی ممنون آقا. این چه حرفیه تو دوستی؟ نه تشکر داریم نه ببخشی. به جایی قد نمیده شهیار، وقتی پیش تو هم دلم نمیاد بیام خونه، وقتی هم که میام خونه ارادم ضعیف میشه، شرکت نمیذاره بیام، کوتا بیام نیست. پس چی؟ پس چی چیه؟ باید تصمیمتو بگیری. چه تصمیمی؟ با کی میخوای بمونی؟ با من؟ یا با اون؟ بگو، یا گوشی رو قطع کنم و تو بشینی فکراتو بکنی. نه نه نه، گوشی رو قطع نکن. باشه، بهم بگو چقدر به من اعتماد داری. الان دیگه نباید اینو سوال کنی. پس چرا ارادت ضعیف شده؟ تناب ازدواجی که به گردنت انداخته رو در بیار و بزن توی صورتش. یعنی چی؟ ازش طلاق بخواه. طلاق؟ مشکلی داری؟ اون طلاقم نمیده شهیار. اونو بسپار به من. روحام چی میشه؟ چی میشه؟ یه بچه چی میخواد؟ چیزایی که دوست داره. دیگه رو هرچی که دست بذاره گیرش میاد. وقتی هم که بزرگ بشه میفهمه که یه چیزی به نام طلاق وجود داره. زمونه الان عوض شده. بچه‌ها بیشتر از رابطه پدر مادر به این فکر میکنن که از پدر و مادر چی بهشون میرسه. داره میاد 500,000 تا رو بهت پس بده. ممکنه بی‌ادبی هم بکنه. خب بذار بیادش. اگه به هم بی‌ادبی کنه اون وقت نگهبانی میاد و از شرکت پرتش میکنه بیرون. ببین. بله. باش حرف بزنم. چه حرفی بزنی؟ بهش میگم با هم معامله کنه، پول بگیر و تو رو ولت کنه. آخه پول برای چی؟ تو نمیفهمی. غم زیاد با پول زیاد از بین میره و برطرف میشه. ول کردن تو حتما غمگینش میکنه. ما همون غمو میخریم. دعوا به پا میشه شهریار. دیگه حتی به اینا فکر نمی کنه که نگهبانات میان و از اونجا پرتش میکنن بیرون. تو فقط اینو بگو که اگه اون ازت بپرسه تو میخوای جدا بشی بهش جواب میدی آره من میخوام جدا شم. اینو که دیشب من بهش گفتم ولی قبول نکرد. مثل بچه ها نشست نصیحتم کرد. پس گوشی رو قطع کن و بذار بیاد پیشم. قیمتشو میسنجم و میبینم که نرخش چقدره. اما اسم تو دیگه روی من هست بهادر، ولی همین کسی جرأت نداره نزدیکم بشه. ولی اون روز که اسمم نتونست بهت کنم چون تا اون روز من تو رو قبول نکردم. آقا دنیا بفرما. یه چک 80,000 تاییه. تشکر لازم نیست. باید یه چایی برم. تا برگردم یکم دیگه میشه. باشه، اشکال نداره. وایسی. شما خوبی؟ آره. میخواین با اتون بیام؟
نه نه نگران به نظر میای. آخه دیر شده برای همین. بری. باشه فعلا. باشه بگو بشینه برای چای بیار. وقتی گفتم بفرستش داخل. بله آقا. شما همینجا بشینید. آقا یکم کار دارن. باشه میشینم. اینجاست. اونجا نشسته؟ نه گفتم فعلا بیرون باشه، یکم که منتظر بمونه حالش جام یاد. وسایلتو بذار توی کیفت. چرا؟ امروز طلاقت میده، من خودم میام از اونجا میبرمت خونم. تو لیاقت اون خونه رو داری. شهیارو اون فکر نکن، نمیذارم هیچ مشکلی پیش بیاد. امیدوارم به هم اعتماد کنی. آره اعتماد که دارم. پولو طلاهاتو بذار همونجا بمونه، به دردش میخوره. همشو میذارم ولی دلم میگه به این راحتی منو طلاق نمیده. دل من که میگه میده. من میدونم چی باید بگم، اگه بشنوه سر جاش میخکوب میشه. چیو بشنوه؟ حرف دیگه، حرفایی هست که با شنیدنش میخکوب میشی، حرفایی هم هست که با شنیدنش میمیری. خب حالا گوشی رو قطع کن، میخوام صداش کنم.
شهریار. حواست باشه. بگو موفق باشی. موفق باشی. یه مقدار به محوش لطف داشت. اومدم تا جایشو که میتونم پس بده. این گردنبند شما بهشته، اما گردن من اومدم درش بده. برای همین اینا رو بذارید پیش خودت. رسیدشم لطف کنید به منم میرم و دیگه پشت سرم نه. ولی اون میبینه. برای چی داری خودتو برای یه همچین دختری به باد میدی که نمیخواد بهت وفادار بمونه؟ ولی دلم میگه به این راحتی و منو طلاق نمیده. بگو موفق باشی. موفق باشی. برای تماشای قسمت بعد با ما در دیدی تیوی همراه باشید.